روایاتی که راجع به حضرت مهدیه، آیت الله استادی میفرمود 1500 حدیث داره، که ما خیلی وقتا در بعضی کارها مثلا با 2 حدیث، با 10 حدیث، با 20 حدیث قصه رو بهش معتقد میشیم. 1500 حدیث. آیت الله صافی میفرمود که 336 آیه داریم که مربوط به امام زمانه. اینم بس 1500 تا حدیث، 136 آیه در قرآن. اصلا یه سری آیه‌ای تو قرآنی که اگر امام زمان نباشه این وعده ها عملی نشده. مثلا قرآن 3 مرتبه فرموده که لیظهره علی الدین کله، اسلام کره زمین میگیره. 2 مرتبه گفته اسلام کره زمین میگیره، جای دیگه باز گفته اسلام کره زمین میگیره. 3 بار خدا قول داده و وعده داده، ولن یخلف الله وعده، خدا خلف وعد نمیکنه. اگر امام زمان نباشه این وعده محقق خب نمیشه. بله اسلام کره زمین میگیره، تا حالا که اسلام کره زمین نگرفته. پس باید یه زمانی باشه که این وعده عملی بشه. یا مثلا عند جندنا لهم الغالبون، حزب الله غالبه. الان حزب الله رو کره زمین غالبه؟ به هر حال یه حزب الله وقتی غالب میشه که امام زمان بیاد. بله حال یه گوشه تو یه منطقه تو یه کشوری یه مش بچه حزب الله غالب شدن در یه مسئله، در یه روزی، در یه هفته ای، این وعده قرآنی. قرآن میگه حزب الله رو کره زمین غالب میشه. این بدون امام زمان نمیشه. یا مثلا میگه ترهبون به عدو الله، دشمن خدا باید از مسلمان‌ها بترسن. الان نمیترسه آمریکا، اگر از ما میترسید که نمیمه تو همه کشور اسلامی نفوذ کنه، اون عراقش، اون افغانستانش، جایی هم که نیست، بالاخره دست چنگ آمریکا پیداست. قرآن میگه باید دشمن خدا از شما رو کره زمین بترسه. و این فقط مال امام زمان. خیلی آیه داریم که اگر امام زمان علیه السلام نباشه این وعده‌های خدا محقق نمیشه. 136 آیه فرمود. 136 آیه از قول آیت الله صافی. چون ببینید الان نفر اول در امام زمان شناسی شاید بشه گفت، حالا من که نمیتونم نرخ تعیین کنم، شاید نفر اول در امام زمان شناسی، یعنی در تحقیق روایات امام زمان، شاید نفر اول آیت الله صافی باشه. خدا حفظشون. بله، منتخب الاثری که نوشته تقریبا مال 50 سال پیشه و هنوز بهتر از این کتاب نوشته نشده توی 50 سال. و این کتاب هم سرنخش مال آیت الله عظمای بروجردی بوده که در بروجرد راجع به امام زمان صحبت کرده، بعد ایشون گرفته سو توسعه و تکمیل و چه خوب. به هر حال ایشون میفرمود 336 تا، من تو امام زمان نمرم صفره، هرچی نمکنم باید بنده به یکی از بزرگان باشه. سلامت، خدا حفظتون کنه انشاءالله.